به نام خدای وفادار به عهد ایرانیان سلام، عصر 17 دی ماه شما بخیر. من محمد معین مقامی هستم و شما با خبرنگاران جوان رو تماشا میکنید. حدود 50 روز دیگه تا 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مونده، اما بین همه صحبت ها و رایزنی های انتخاباتی نامزد های احتمالی قول های وجود داره که شاید چندان در حوزه مسئولیت اونها نباشه. تا اعلام نتیجه قطعی احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس بیش از چند روز باقی مانده است. آنها که صلاحیتشان احراز شود می توانند برای تبلیغات خود تدارک ببینند، اما هنوز راه زیادی مانده و روزهای زیادی باقی است. در این میان اما برخی ها انگار منتظر سوت آغاز تبلیغات از سوی شورای نگهبان نشده و از همین روزها چراغ خاموش پا به عرصه گذاشتند. توی کمپیناش به قول معروف کمپینایی که تشکیل میشه تو فضای مجازی سعی میکنن حضور داشته باشن. تبلیغاتی که البته احتمالاً دیگر رنگ و بوی کاغذیش کمتر شده و پا به پای تکنولوژی قدم در افکار و ابزار عمومی میگذارد. از اظهار نظرهای متعدد خبری که از چند ماه قبل شروع شد تا انتشار عکس‌های یادگاری و نمادین و یا جبهه‌گیری‌های تند سیاسی در فضای مجازی که تعداد آن هم کم نیست و مربوط به یک یا دو شخص خاص هم نمی‌شود. بیشتر بخاطر همین تبلیغات برای رأی آوردنشونه. جامعه‌ای که الان ما داریم، جامعه دانشجو، جامعه تحصیل کرده، برای به اینجور عکس‌ها رو نمی‌خوره. یا حتی ماجرای تکراری قول‌های بی‌فرجام که البته رواج بیشتری هم داره. خیلی قول میدن ولی وقتی که میرسن پاشون به مجلس کارا رو انجام نمیده. یا روشی نچندان قدیمی برای جلب توجه عموم مردم، روش بروخ کشیدن خدمات تاریخ گذشته. با این تصاویر میخوان من رو فریب بدن، یعنی میخوان جامعه رو فریب بدن. واقعیت نیست و دنبال تبلیغات و جار و جنجال را انداختن. شورای نگهبان میگوید ادعاهای تبلیغاتی اگر غیر واقعی باشند خلاف قانون است. طرح ادعاهای غیر واقعی ممکنه حتی در آخرین لحظات هم مؤثر باشه در احراز شرایط یک داوطلب. اگر منتهی به محکومیت بشه و در این محکومیت داوطلبی سهیم باشه، خب در سرنوشت او مؤثر خواهد. فارغ از تمام اینها، انتظار مردم از نماینده منتخبشان چیز دیگری است. مشکلات بازار، اقتصاد، برنامه‌ریزی داشته باشن که این تورم و این گرانی روز به روز بیشتر نشه. میشه به درد مردم برسه تا جبهه‌گیری های سیاسیش. همه مردم راضی باشن، خدا هم راضیه. قول و قرارهای تبلیغاتی رو طی این سالها زیاد شنیدیم. ما حواسمون به انتخابمون هست، اما ای کاش تبلیغات کنندگان به جای تمرکز بر روی این نوع تبلیغات و قول و قرارهای واهی، تمرکز بیشتری روی عملکردشون داشته باشن. لنگر کالاهای بیکیفیت چینی همچنان در بازار کشور، علی‌رغم اینکه بارها در مورد واردات کالاهای بیکیفیت چینی هشدارهای لازم داده شده، اما همچنان تردد در این مسیر بدون چراغ قرمز در حال انجام. وقتی چینی‌های ترک خورده بازار ایران رو با کالاهای بزک شده اشغال می‌کنند. چشم بادامی‌های معروفی که تولیداتشون سال‌های سال است که میهمان خانه‌های ماست. حجم بالای قاچاق اون قاچاق کالای چینی نیست، چون ارزانن بدون کیفیت. چینی‌های لب‌پر شده‌ای که حالا دل فروشندگان خودش رو هم تکه تکه می‌کنه. جنسی که می‌فروشی ظرف 3 روز 2 روز خرابیاش همه برمیگرده. حداقل الان بخوام برآورد کنم دور و بر 45 میلیون ضرر دارم که اینجا الان مونده رو دستم، باد کرده جنس معیوب چینی. لایه اینو می‌بینید؟ لایه اولش از این جنس نازکی که بهش میگن اسپان. لایه وسطش که لایه فیلتراسیون اصلیش هست بهش میگن ملت بلان. این استفاده نمی‌کنه. با کوچیک‌ترین چیز لعیمش پاره میشه. اینم جنسیه که جنس از چین اومده ولی خب تاجر ایرانی آورده. فشار سنج هست، مثلا ماساژور هست، خیلی جنسایی هست که همینجا خرابه. طبق آمار رسمی گمرک طی 7 ماه نخست سال جاری 2,821,000 تن کالا به ارزش 6,046,000,000 دلار از چین به ایران وارد شده. کالاهایی که به کشور وارد میشن اگر مشمول استاندارد اجباری باشند، این کالاها در مبادی ورودی تا
توسط سازمان ملی استاندارد مورد بررسی و آزمون قرار میگیره. البته آزمونی که در چند سال اخیر نتیجه ای جز مردودی نداشته و با نگاهی ساده به اقلام وارداتی از این کشور شرقی به نمونه های جالبی برخورد میکنیم که خیلی راحت توانایی تولید اون رو در داخل داریم. ما باید با اصلاحاتی که در ساختار اقتصاد خودمون انجام میدیم مقرونه به صرفه نباشه واردات کالای غیر یعنی با کیفیت پایین. خواهشان این اصلاحات رو هر چه زودتر عملی کنه تا بیش از این کمر تولید کننده داخلی خم نشه و جیب مصرف کننده داخلی به خاطر خرید این کالاها خالی تر. مکالمات نامحدود اپراتورها محدود شده. چند وقتیه که طرحی به عنوان مکالمات نامحدود درون شبکه توسط اپراتورهای تلفن همراه اجرا شده که به دلیل برخی کاستی‌ها قرار شده این طرح‌ها که شامل تعدادی بسته‌های تشویقی می‌شدن متوقف بشه. ورود به محدوده نامحدود اپراتورها مسدود شد. با گسترش خدمات اینترنتی بر پایه گوشی‌های هوشمند، اپراتورهای موبایل در کشور ما هم همگام با رویه جهانی برای ادامه حیات اقدام به طرح‌های تشویقی مثل مکالمات و پیامک‌های نامحدود کردند. مشکل این طرح از اونجایی شروع شد که این اپراتورها چندان به طرح‌های خودشون پایبند نبودن و گاهی اوقات هم در صورت اجرا درست اعمال نمی‌شد. اصلا راضی نبودم. مثلا گفته بودن یک ماه ولی بعد از 6 روز قطع شد. اما بعضی مشترکین هم به این طرح‌ها عادت کرده بودن. راضی بودید ازش؟ بله خیلی. بله تا حدودی. خاطر همون نامحدود بودنش دیگه. راضی یا ناراضی بودن مشترکین به کنار، خبر اومد که این طرح‌ها کلاً جمع شد. این ماجرا رو از سازمان تنظیم مقررات پیگیر شدیم. گزارش‌های و شکایاتی به ما رسید که اطلاع رسانی شفافی در مورد این بسته‌ها وجود نداشت و صورت حسابایی که برای بعضی اومد غیر از اونی بود که انتظارش رو داشتن، یعنی برداشت مردم چیزی بود که در شبکه اعمال نمیشد. اونهایی که بسته رو خریدن تا آخر دورشون باید ادامه داشته باشه، اونها نمیتونه وسط کار قطع بشن چون خریداری کردن، ولی جدید نمیتونه از اون تاریخ شروع بشه. تب یک باره این طرح‌ها در حالی فروکش کرد که برخی اپراتورهای مطرح دنیا برای حفظ مشترکین خود تماس‌های درون شبکه‌شون رو رایگان کردن. ارائه بسته مکالمات نامحدود بین اپراتورهای مختلف دنیا رایجه. این یکی از اپراتورهای معروف دنیا است که حالا همینجوری که می‌بینید بسته‌های مختلف داره که علاوه بر ارائه اینترنت میشه مشاهده کرد که برای مکالمات هم به صورت مکالمات نامحدود رو در نظر گرفته. چه اصطلاحاً درون شبکه و چه حالا با اپراتورهای دیگه میتونید به صورت رایگان صحبت کنید و هیچ وقت هم فکر نمی‌کنم این بسته‌هاشون متوقف بشه و کاری نیستش که تازه شروع کرده باشن. ای کاش اپراتورها قبل از اینکه طرحی رو مطرح کنن تمام جوانبش رو در نظر بگیرن تا با این دست مشکلات روبرو نشیم. نوبتی هم باشه، نوبت برای بچه‌های بسته وقت اضافه است. این هفته توپ بچه‌های ورزشی در وقت اضافه افتاده تو زمین فوتبالی‌ها، هم از نوع چمنی و هم از نوع سالونی اون. جنجالی ترین اتفاق این هفته ورزش درون دروازه سرخا رخ داد. بعد نظرات مختلفی در خصوص این اتفاق به گوش رسید. برخی ها حامی و برخی ها منتقد. اصلا خیلی بچه باید موضوعش باشن، کاراشون باشن. اکثر خصوصی شخصیش بوده، واقعا متاسفم برای کسی که چنین چیزایی رو گرفته منتشر کرده. نه خودم اجازه نمیدم ببینم اولا، بعدش هم دلیلش میکنم. اما در این بین بشنوید عجیبترین اظهار نظر از سوی کاپیتان سابق تیم ملیمون. بازیکن رعایت نه، احیانا شما میدونید فتوشاپ هم زیاد میشه. سلطان حاشیه ها باز هم حاشیه ساز شد. رونمایی از کرار وطنی که انصافاً هم خوب داره جای کرار رو در فوتبال ایران پر میکنه. پیام توی آخرین پیام حاشیه ایش توی صفحه شخصیش برای انومین بار از فوتبال خداحافظی کرد. جالب این که خداحافظی این سری رو 10,000 نفر پسندیدن و بیش از 4,000 نفر هم باهاش همدردی کردن. در بین این نظرات خیلی ها نگران رفتن پیام هم هستن. خدافظ. ما کاری نداریم که چندمین باره که داره از این نطق ها میکنه، اما انصافا اگر فوتبالش به هواشیش غلبه کنه پیام بازیکن خوبیه.
بعد از اتفاقات ناراحت کننده در لیگ برتر والیبال، طی اقدامی عجیب پیکانی ها خودجوش تصمیم گرفتن با اصحاب رسانه مصاحبه نکنند. احتمالا مقصر لگد خوردن ورمیلیو تیمشون رو خبرنگارا میدونن. مسئله حل بشه چرا؟ 100% صحبت خواهند کرد و من مشکل نمیبینم. سرمربی چطور؟ سرمربی از نظر فنی باید بیا صحبت بکنه و بحثاشو بکنه. من تو جریان نیستم چرا صحبت نکردن و قرارم نبود. بی احترامی نیست به خبرنگارا. شما میبینید که من فردی به عنوان به اسم مدیر عامل در خدمت خبرنگارا هستم و پاسخگو هستم و هیچ مشکلی نمیبینم. مسلما با ایشون صحبت خواهم کرد. داستان سربازهای فراری از زمین فوتبال به سالن بسکتبال سرایت کرد، البته با یک فرق کوچیک، و اون هم این که سربازهای فوتبالی برای تیم ملی نمیتونن بازی کنن اما بسکتبالیست ها میتونن. آقای ارسلان کاظمی وقتی مدارک لازم رو به فدراسیون تحویل بده در ظرف 5 دقیقه کارتش صادر خواهد شد. مشکل سربازی داشتن در گذشته، همیشه دعوت شده، همیشه خواستیم که در کنار قهرمانای تیم ملی ما باشن ولی خودشون موقعیتشون اجازه نمیداد. تا زمانی که وضعیت خدمت سربازیش مشخص نشه ما نه کاری باهاش داریم و نه پیگیر کارش هستیم. اگر دوست داشته باشن به بسکتبال ادامه بدن ازشون استقبال میکنیم، بزنی بازی میکنن. اگر هم دوست نداشتن که خب بعد خدمت سربازی در لیست ملی برای همه جوان ها. جان صاحب باهاشون قرارداد میبندی؟ ما با هیچ سربازی قرارداد نمی‌بندیم. ما داریم به سربازا کمک می‌کنیم ادامه ورزش قهرمانی بدن. حالا با این قانون ملی پوش کشورمون داره روزهای خودش رو بدون تیم سپری می‌کنه. لیگ برتر فوتسال که همیشه در ایستگاه‌های آخر کمی با حواشی و کمی با خبرهای از جنس تبانی روبرو می‌شد، امسال مدعیان برای جلوگیری از این اتفاق تلخ خودشون پیشقدم شدن. تشکر کرد از فوتسال پاکی که همش راجبش میگن که ضد نقیض حرفه و ما بهش ایمان داریم، اعتقاد داریم که قوم میاد با تمام وجودش بازی میکنه، با اینکه هیچ مقامی هم نداره میاد تیم پرقدرت و تیم خوب سونگون رو متوقف میکنه و دوباره برمیگردیم صدر جدول به جایگاه خودمون. فوتسال ما فوتسال پاکی، راجبش حرف و حدیث زیاده. حساسیت ها توی لیگ سالونی بازها انقدر بالا رفته که یک برد بعضی ها رو به خوشحالی های سنگین وادار میکنه. من تدارکات تیمم حقمونم بود قهرمانی. من به این تیم تعصب دارم، دوست دارم این تیمو قهرمانیمو مبارک صلوات بفرست. اینجا نه مرز نه روستای دور افتاده است و نه بیابونهای بین شهریه، بلکه خیابونهای منتهی به بزرگترین مجموعه ورزشی کشورمون، یعنی مجموعه ورزشی آزادیه که همچین شرایطی رو داره. این در بحثی ورزشگاه آزادی، این دقیقا جلوی ورزشگاه آزادی بالا یک ماه دقیقا اینجا شده. شما میتونید سوژه‌های وقت اضافه ای خودتون رو از طریق سایتمون به نشانی yjc.ir با ما در میون بذارید. ساعت 17:13 است و شما بیننده با خبرنگاران جوان 17 دیماه هستید. اگر مایلید همراه با بیش از 300,000 نفر دیگه از پیام‌های خبری رایگان باشگاه خبرنگاران جوان استفاده کنید، میتونید عضو کانال تلگرامی ما بشید. زودتر از همه از آخرین اخبار ایران و جهان با خبر بشید، اون هم در پیام رسان تلگرام. برای این کار باید عضو کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران باشید. این کار خیلی ساده است. کافیه وارد سایت yjc.ir بشین و روی بنر کانال تلگرامی ما کلیک کنید. اگه با تلفن همراهتون سایت ما رو باز کرده باشید، بنر تلگرامی ما اینجاست، و اگه با رایانه شخصیتون خواستین این کار رو بکنید، کافیه روی بنر کانال تلگرامی ما که سمت چپ صفحه است کلیک کنید. بعد از اون کافیه به انتهای این خبر برید و با کلیک روی عضویت در کانال تلگرامی وارد دنیایی از خبرها در پیام رسان تلگرام بشید. راستی یه راه راحت تر هم هست، اینکه @yjcnews چنل رو تو خود تلگرام برای یکی از دوستاتون بفرستید. با این کار شما هم به خانواده بزرگ 300,000 نفری کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران اضافه میشید. این امکان هم وجود داره که شما با سر زدن به سایت باشگاه خبرنگاران جوان با همکاران من از آخرین اخبار ایران و جهان مطلع بشید. آقای
صادقی در تحریریه با خبرنگاران جوان هستند برای اینکه پربازدیدهای امروز رو به شما معرفی کنند. سلام آقای صادقی، خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مقامی و بینندگان عزیز. خبرهای سایت امروز از فضای مجازی شروع می‌کنم. گزارش همراه با تصویر داریم از هک شدن گوشی شخصی خانم بازیگر، ماجرای ماشین پورشه و پرونده سوشا مکانی که گویا پای 5 پرسپولیسی هم به اون باز شده عنوان گزارش دیگر ماست. حمله به سفارت ایران در یمن توسط عربستان رو هم همراه با عکسی بررسی کردیم و در آخر فیلم می‌دانیم از مربی شدن پوتین رئیس جمهور روسیه. اگر می‌خواید آخرین خبرها رو داشته باشید، عضو کانال تلگرامی ما بشید. منتظر پیامک‌های شما هستیم. به شماره 302394 و سایت ما هم yjc.ir هست. ممنون از شما بینندگان عزیز و تشکر از شما آقای مقامی. متشکرم آقای صادق، ممنونم. این نکته هم من عرض بکنم که شما میتونید از طریق پیام رسان تلگرام سوژه های خودتون رو با ما در میون بذارید. برای این کار کافیه شماره 0930-319-47 رو در تلفن همراه خودتون ذخیره کنید و بعد عکس ها و خبرها و ویدیوهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما ببینیم شهروند خبرنگاران امروز برای ما چه تصاویری ارسال کردن. سلام، شما میتونید سوژه‌های خبری خودتون رو از طریق پیام‌رسان تلگرام به ما ارسال کنید. اینجا نرسیده به چهارراه مولویه، هر روز میان اینجا هم مواد فروشا، این محیط هم هر چقدر زنگ داریم شهرداری بیان درست بکنن، ببینید یه سری خونه‌ها رو خراب کردن، هنوز هیچ اقدامی نکردن برای نوسازی، هیچ پیگیری نمی‌کنن. هر روز از این تعداد بیشتر اینجا جمع میشن، مواد می‌کشن. اینجا دفتر پایانی مسافربری شهر سریش‌آباد از توابع استان کردستان که وضعیت دفتر پایانی رو خودتون میتونید ببینید. اینم سیستم گرمایشیه. این مکانه که به سیستم جدید مجهز شده. کسی نتونه اون دستکاری کنه. اینم نزدیک به 2 سال همین حالتو داره و هیچ کس این مسئله رو پیگیری نکرده و سرسامون نداده. هر جا هم که میریم پاسکاریمون میکنن تا خودمون خسته بشیم بعد پشیمون بشیم. این جاده که میبینید ورودی شرک طالقانی شیبان جز شهرستانهای باوی و خوزستان میباشه. شما میتونید از طریق این پیام رسان سوژهاتون رو به نام خودتون با هزاران نفر به اشتراک بگذارید. نام شهر آجیلی شاید در قصه و داستان‌ها زیاد به گوشتون خورده باشه، اما این شهر به عینه هم وجود داره، اون هم در خراسان شمالی، شهری که در اون مهمان نوازی و اقتصاد مردمانش با آجیل عجین شده. فاروج شهری 70,000 نفری در شرق خراسان شمالی که 70% مردم اینجا شغلی با عنوان آجیل پزی و آجیل فروشی دارند که به نام پایتخت آجیل ایران شهرت پیدا کرده. آجیل فروشی حدود 50 سال اینجا رونق گرفته. قدمت و موروثی بودن شغل آجیل پزی و آجیل فروشی باعث شده که از مهاجرت پیشگیری بشه و رونق اقتصادی رو به همراه بیاره. شغل عزیزان که به این کسب مشغول هستن از آباد و اجداد این عزیزان بوده که قریب 50-60 سال خدمت این آجیل فروشی در شهر فاروج بوده. خودم 10 ساله که آجیل فروشی اینجا کار میکنم. پدرم هم تقریبا میشه گفت که از 20 سال پیش اینا آجیل فروشی داشتن توی این محل. آجیل پزی ها در کنار فروشگاه های آجیل فروشی باعث شده برای مسافرانی که در این مسیر تردد می کنند جالب توجه باشه. برام خیلی جالب بود که هرچی نگاه می کنید درباره مغازه های آجیل فروشی و اینا هست. شهر خوبیه، آجیل های خیلی خوبی داره. من هر موقع رد میشم خلاصه میام اینجا از این آجیل های خوبشون استفاده میکنم، تازه است. تنها مدل پختی که نمک خاصی مخوره، خال نمک یا جارویی میگن، مختص هم فاروجه. مزیت این روش هم اینه که هر چقدر شما تخم مصرف کنین، این تخم های شور لب و اذیت نمیکنه و احساس تشنگی نداره. برای رونق اقتصادی این بخش مسئولان از ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی اون غافل نشدن. تقریبا 70-80% محصولاتی که در شهرستان تولید میشه در بازار در این مغازه به فروش میرسه که ما دنبالش هستیم که انشالله بتونیم این درصد رو افزایش بدیم و صنایع وابسته رو همچنین گسترش بدیم. در شهر فاروج 53 واحد صنفی آجیل فروشی و آجیل پزی فعاله. این محصولاتی که در پایتخت آجیلی استان یا کشور ما
داره عرضه میشه از یک برند خاصی یا با یک برند خاصی توزیع بشه، علاوه بر اینکه میتونه تبعات اقتصادی بسیار مثبتی برای فعالین اقتصادی عرضه داشته باشه، در شناسایی و شناساندن سایر محصولات و توانمندی‌های استان خراسان شمالی هم قطعاً میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. کارشناسان اقتصادی معتقدن اگر صنایع تبدیلی و تخش کشاورزی برای فراوری محصولات باقی در شهرستان ایجاد بشه، میتونه ارزش افزوده تولیدات شهر آجیلی فاروج رو بیشتر کنه. فراوانی تولید فیلم‌های سینمایی و سردرگمی صاحبان فیلم‌ها. افزایش میزان تولید فیلم‌ها در سال‌های اخیر در حالی بوده که سالن‌های اکران از این رشد عقب موندند. این کمبود باعث اکران محدود بسیاری از فیلم‌ها و نارضایتی تولیدکنندگان اینها شده. فیلم‌های چشم انتظار اکران در مسیر ورشکستگی. همین چند سال پیش مخاطبان بسیاری جلوی سینماها صف می‌بستند تا به تماشای فیلم بشینند، اما حالا با به هم ریختن قاعده اکران سینما، این فیلم‌ها هستند که پشت پرده سینما انتظار پرده نقره‌ای رو می‌کشند. هیچ تناسبی بین تولید و سالن‌های نمایش وجود نداره. قاعدتاً چرخه اکران سینمای ایران بین 40 تا 45 اثر رو بیشتر نمی‌تونه اکران کنه. چیدمان سانسمون به گونه‌ای شده که جوابگوی نه صاحب فیلم ها هستیم، متاسفانه نمیتونیم جوابگوی حتی مشتریامون باشیم. سالن کمتری گیرشون میاد، هفته های کمتری باز دوباره بهشون تعلق میگیره، به اضافه اینکه مخاطب کمتری. روز به روزم داره بیشتر به اقتصاد سینما لطمه میزنه. کمبود سالن های نمایش با رشد بی‌نظیر ساخت فیلم باعث شده تا اقتصاد سینما مورد آسیب های جدی قرار بگیره. وقتی که یک فیلم تو یک سالن نمایش میرود، حداقل باید 5 تا سانس موظف در روز داشته باشه. سینمای ایران مخصوصا در پایتختمون تهران سینمای کمتری داریم به نسبت آثار تولیدیمون. سالی 100 تا فیلم سینمایی داریم می‌سازیم، آخه می‌کنیم سالی 40. ولی این 40 تا رو خوب سرویس بهش بدیم. این فاجعه است که 27 تا فیلم اکرانه. نه سینماشو داریم نه تماشاگرشو داریم. حالا که اومدم رفتم فیلمو اکران کردم، خب با یه چیز عجیب غریبی مواجه شدم. یا اون 5 تا سرگرو شده 6 تا سرگرو، تقریبا هر هفته هم داره یه فیلم به عنوان آزاد اکران میشه. ما اگر تولید فیلم مردم پسند داشته باشیم، حتی سالن هم کم داشته باشیم، در اون سالن فرسودن باز مردم به خاطر اینه که فیلم خوب هست حضور پیدا میکنن. و حالا با نزدیک شدن به 34مین جشنواره فیلم فجر، این مشکلات دوچندان شده. مثلا 54 میلیارد تومان در سال فروش فیلممون بوده، اما از این 54 میلیارد تومان 75 فیلم اکران شده. از این 75 فیلم 65 تاش به طور مطلق ورشکست شده. خب بسیار از فیلم ها فرصت اکران پیدا نکردن، تهیه کنندگانش عواملشون همه اصرار دارن که فیلم هاشون یه جوری تو چرخه اکران قرار بگیره. وقتی که ما به هر حال تعداد فیلم ها زیاد باشه، ما به ناچار نمیتونیم همه اینا رو در سالن‌ها جا بدیم، مجبوریم سه سانسش کنیم، به هر حال تک سانس کنیم، به هر حال مشکل پیدا میکنیم دیگه. کارگردانان هم متوقع هستن که فیلماشون در هر شرایطی اکران بشه. اون سطح توقع رو نمیتونه شورای صنفی برآورده بکنه، اون باید جای دیگه، بحث مدیریت صدور پروانه هستش که اونجا باید مدیریت بشه، ساخت سالن ها باید اونجا مدیریت بشه. حجم بالای فیلم سازی طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته، البته با هزینه های هنگفت، اما مشکل اصلی تقسیم بندی ناعادلانه سالن های سینما برای اکران که باعث شده برخی از فیلم ها جایی برای اکران نداشته باشند. شهر همدان که در دامنه شرقی کوه الوند واقع شده، از شهرهایی که به عنوان یکی از شهرهای مهم تاریخی و فرهنگی ایران شناخته میشه. این ویژگی ها به همراه زیبایی های دیگه عکاس ما را به این شهر کشونده. Thank you.
از طریق صفحه شهروند خبرنگار سایت باشگاه خبرنگاران جوان با ما در ارتباط باشید. پایان با خبرنگاران جوان، نگاهتون مستدام، التماس دعا، خدا نگهدار.